تشکر. ما از جایی که در یک معتبرترین روزنامه افغانستان کار میکنم و این روزنامه در حوزه حقوق بشر، حقوق خانمها و دموکراسی کار میکرد و من یک نویسنده هستم که صدها مقاله را در این بارهایی که من براتون گفتم نوشته کردم. من دو بار از طرف نهادهای رسانه‌ای در افغانستان و حتی نهادهای بین المللی به عنوان نهادهای رسانه‌ای داخل افغانستان با عنوان خبرنگار برتر سال افغانستان دو بار طی دو سال من برگزیده شدم و طالبان با من شناخت کافی داشتن. بله، طالبان تظاهر میکنن به اینکه با آزادی بیان احترام دارن، اما مشکل اساسی است که طالبان قابل پیش بینی نیستن. اونا تعهدات خود زیر پا میگذارن. متاسفانه ما در کابل هم دیدیم خبرنگاران را لت و کوب کردن. در ولایت ها تعدادی از خبرنگاران موقتا زندانی کردن، بعدا آزاد کردن. هنوز در ولایت ها خبرنگاری را ما داریم که در زندان هست. با آمدن طالبا به خصوص در سطح ولایت ها بیش از 90% رسانه ها کار خود متوقف ساختن و صدها خبرنگار بیکار شدند. تعداد معدودی از خبرنگارا از رسانه ها که در حال حاضر فعال هستند، اونا حق انتقاد از عملکرد طالبا را ندارند. به همین دلیل هست که خبرنگارا نه احساس امنیت جانی میکنند و نه هم امنیت شغلی، و به همین دلیل است که یک تعداد زیادی از اونا به دلیل تهدیدات امنیتی به کشورهای همسایه رفتن و اونایی که ویزا نداشتن و یا نتونستن خود خارج بسازن به سمت کشورهای همسایه در حال حاضر در مناطق در داخل افغانستان یک تعداد مخفی شدن که کس دیگر نمیدانه که در کجای افغانستان هستن. در بسیاری از کشورهای همسایه ما یا در تعدادی از کشورهای همسایه ما آزادی بیان بسیار کمرنگ است، امنیت شغلی وجود نداره و در پهلوی از او به خبرنگارا ویزه دائمی داده نشده. ویزه که داده شده ویزه موقت است. من نمیخوام از کشور خاص نام ببرم، اما شما میدانید که یک تعدادی از کشورهای همسایه ما متهم هستند. واژه متهم حتما استفاده کنند، متهم هستند به اینکه با طالبا همکار و همفکر هستند. هدف ما برآمدن از اون شرایط سخت و دشوار بود و اینکه من از کدام سمت کره بزرگ جهان میرم. زیاد تمرکز قوی سر از این موضوع نداشتم، یعنی زیاد سر از این موضوع فکر نمی کردم.